امیرالمومنین که شکست ناپذیر عالم بود، ابطال عرب نتونستن پشت امیرالمومنین به خاک بنشونن برسونن. امیرالمومنین نتونست شام و فتح کنه، نشد. امام حسن با یاران نامردش، اونا نذاشتن امام شام رو فتح کنه، هیچ کس نتونست. حسین با سفیر 3 سالش تونست. از صبح تا حالا خودم مست این حرفم ها، هیچ که نتونست شام رو فتح کنه. ابا عبدالله شام رو گرفت، یه جا رو میگیرن نماینده میذارن دیگه، یه نماینده بین المللی گذاشت تو شام. میخوای ببینیم؟ برو قبر یزید اونجا پیدا کن، گیرت نمیاد. قبر بنی امیه رو پیدا کن، معاویه رو نشونت نمیدن. چقدر پول بدی نشون میدن، همه فاضلابای دمشق میاد اونجا. اما وقتی نگاه میکنی ستاره دمشق، یه گنبد سفید تو اهل بیت، اونم گنبد 3 ساله حسین. بعدم نه فقط ماها، پارسال گفتم یهودیه اومدن بهش گفتن ثبت اینها، یهودیه بهش گفتن آخونت رو بده برای حرم حضرت وقیه، ما داریم بزرگ میکنیم. گفت نمیدیم. گفتن 2 برابر پول میدیم. گفت نمیدم. 3 برابر میدیم. گفت نمیدم. 2 ماه 3 ماه گذشت، خانومش موقع و از حملش بود، بردنش بیمارستان. بهش گفتن بچه یه طوری چرخیده، هم مادر تو خطر مرگ، هم بچه. اینقدر شده آقا دلت بشکنه تا حالا؟ یهودیه ولی آدم دل شکسته اومد از پله‌های بیمارستان بیاد پایین، چشمش افتاد به گنبد خانوم، صدا زد خانوم. شیعیان میگن تو باب الهوائجی. شیعیان میگن اگه بچم و زنم و بهم برگردونی، خونم و مجانی میدم به حرم. رفت مغازش چکمکاش و کاراش انجام داد، برگشت. تا اومد تو سالن پرستارا گفتن مژده بده، برو شیرینی بخر، بچت به دنیا آمده، خانومت هم سالم. برگشت دم در، گفتن نمیبینی؟ گفت میام. اومد دم در، رو پله ها نگاه کرد، گفت ممنونتم. اصلا برای خانوم نمیخواد روزه تازیانه اینا خونده، همین آقا میکشته به خدا. این یکی که امام سفیر گذاشته تو شهر شام. شب شهادت حضرت رقیه 4-5 سال من مهمون بیبی بودم، همه شیعه کمه دیگه اونجا دیگه، همه سر سفره خانومم هم 4-5 هزار نفر، 2-3 هزار تاشون سنیان میان غذا میخورن. گفتم میگفتش دیگه، ز خانه ها و شامیان بوی طعام میاد. اما خودش همه آقا. دلیل دومم کیه تو این جمع؟ بلند شه بگه نمک خوره حضرت رقیه نیست، سر سفره بیبی نشسته تا حالا. نیست دیگه، اگه نیکی این سفره رو پهن میکنه. تو میگی وجود نداره، وجود نداره، کی این سفره رو پهن میکنه؟ کسی از تو عالم ها نمک خوره حضرت رقیه سلام الله علیه ها نماشه؟ بعدم آقا چه بخوای چه نخوای، دیشب و امروز انقدر سر دور حرمش انقدر نشستن گریه کردن، انقدر میرن میان، با عشق میره، با عشق میان. اولین بار که ایرانی ها میرن مشرف میشن حرم، تو بازار دیگه حرم یه عروسک میخرن میبرن، با اونا میگن رسم شما رو ما نمیدونیم، ولی ما اگه بچه یتیم گریه کنه براش عروسک میخرن. تازه میگه نیست این همه عالم رو به هم ریخته. اسم مقدسش فاطمه است، اسم مقدس. ظاهرا نمیدونم 2 ساله بود حضرت ابا عبدالله بهش لقب رقیه رو دادن. رقیه از ماده رقه میاد به معنی لطیف. به معنی زود رنج، یعنی گوش بده 2 سال بعد بشین لقب، یعنی میخواست به داداشا بگه این بچه زود به هم میریزه، اذیتش نکنید.
به خاطر همین خیلی بد شبی عبدالله داشته، فقط جای این روشونه عباس بود. گم میخوام بالاتر از همه باشم، باید بالاتر باشم. خیلی هم مهمون نواز ها، امروز هر کی اومده خوش اومده، مهمون نوازه. چرا؟ تاریخ سراغ نداره هیچ کس مثل حضرت رقیه مهمون نوازی کرده باشه. هیچ مهمونی هم برای این خانم اومده، برای هیچ کسی که اونجوری نم. کجا مهمون با سر اومده آقا به خونه کسی؟ فقط تو خونه این خانم دو تا روزه بگم بشینم، دو خط عبارت مقتل بخونم. کان للحسین علیه السلام بنتون، امام حسین یه دختر داشت، عمرها ثلاث و سنوات، سه سالش بود. فجعل یقبلها وقد نشفتم شفتاها من الاتش، یعنی دخترشو بغل کرد و لباشو بوسید در حالی که لبای دختر ترک خورده بود. باباش سالم بود اون موقع. یه کلمه دیگه اذیت میشید. باباش وقتی سوار شد اومد جلو، صدا زد یا ابتا الاتش الاتش. یه جایی دیدی گیر میکنه بین چند رایی. عرض آخرم از روزن همیمش، قبلا شاید اینو گفتم، این که میگن نیست من دارم روزه رو میخونم، روزه دیگه هست. 250 سال پیش زمان سلطان عبدالحمید عثمانی، خادم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها، خادم حرم حضرت رقیه سلام الله علیها به نام سید ابراهیم دمشقی پیش اومدی، خدا رحم کنه بهمون. سید ابراهیم دمشقی خادم حرم بود، سه تا دختر داشت، خیلی دعا میکرد خدا یه پسر به ما بده، این کار ما رو، روزخونی ما رو ادامه بده. خدا بهش پسر نداد تا یه شب دختر کوچیکش خواب دید حضرت رقیه سلام الله علیها رو، فرمود به بابات بگو از این سرداب کناری آب اومده تو قبر من، بدلمو اذیت میکنه. دختر اومد به بابا گفت، بابا توقف قبر خانومه، مگه میشه دست سر خواب یه بچه؟ شب دوم اومد تو خواب دختر دومش، بعضی سید هاشم هم نقل کردم، بعضی منابع خیلی هم سند دارم. دختر دوم به بابات بگو، اونم اومد گفت اعتنا نکرد. دختر سوم شب چهارم اومد تو خواب خودش، گفت سید ابراهیم اگه نمیای به یکی دیگه بگم. اومد به سلطان گفت، به اطرافیان گفت، اونا گفتن آقا شیعه نبودن اما گفتن اصلا ما در مورد این خانم جرئت نداریم چیزی بگیم، هرچی خودت. تمام بزرگان شیعه رو جمع کرد، گفت کلید مال همین قفله، زری مال همین، زری کوچولو هنوز داخله، دور اون زری گرفته، دو تا زری داره از درغای تو هم دیگه. گفت کلید مال این، یکی یکی برید هر کی قفلو وا کرد اون باید قبر رو نبش کنه. یکی یکی رفتن، کلید مال همون بودا، میچرخوندن وا نمیشه. سید ابراهیم دید یکی یکی رفتن نشد، قبل از خودش هم رفت نشد، گفت وای، به خودش افتاد، کلید آورد تو قفل قرار داد، چرخون باز شد. بعدن خدای پسر بهش میدهد کرامت حضرت رقیه. اومد کلنگی برداشت، بیلی برداشت، با احترام آروم آروم قبر
حضرت رو نبش کرد، بدن رو آروم توی پارچه سفید پیچید. میگه نیست دیگه، اوورد رو پاهاش گذاشت. خودش نقل کرده، گوش بده الان میخوام، بعید میدونم کسی باشه نتونه داد بزنه با اینجور. خودش نقل کرده اینجور میشستم، سیده دیگه، عمشه دیگه، عمه جانشه، محرمه بود. خودش نقل کرده سه روز طول کشید قبر رو درست کنه. من سرداب رفتم دیدم، خودم رفتم سرداب رو دیدم. سه روز گفت طول کشید، این نشست نه گرسنش میشد، کرم خانومه دیگه، نه تشنش میشد، نه قضا حاجت، همون وضوعی که داشت داشت، فقط برای چند لحظه بدن رو روی زمین آروم میذاشت، آروم ها بدن رو زمین، سری نماز میخون، هیچ مصحبی هم نمیخون، میخون میمد بدن رقیه رو میگره بغلش. روز سوم گفتن آقا قبر حاضره، گفت برین کنان. خود سید اومد بدن عمه جانش تو قبر گذاشت، خاک و ریخ، لحدا رو چید، گفت درست کنید، رفت تو خونه در رو قفل کرد، سه رو داد میزد. با آره باید بزنی بگم، باید بزنی. بعد سه روز خانومش اومد گفت چی کار میکنی؟ گفت 1200 سال گذشته اومدم تو قبر بذارم، یه لحظه پارچه کنار رفت، صورت عمه جانم رو دیدم، دیدم بعد 1200 سال هنوز جای سیلی رو صورت عمه جانم.